با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر گیتی. تحولات منطقه عجیب غریب شده، یعنی همه چی به هم ریخته. من یادتون باشه چند ماه قبل خدمتتون عرض کردم که عربستان کشور عربی منطقه بی راحتی نیست که وجود اسرائیل تو منطقه بپذیرند و این یک به قول معروف زمینه یک شلوغی و یک درگیری و یک سری انفجارهای خاص خواهد بود. عربستان دیروز توی قطر یا بحرین حسابی به نماد اسرائیل پریده و اونا جنایتکار خطاب کرده و گفته شما فقط بدین بکشین و از این حرفا اصلا شوک شدن همشون. در هر 10-15 روز گذشتم گفتم چند تا سمینار داشتن، چند سخنرانی داشتن، توش بمب‌گذاری شده، حالا صوتی بود هرچی بود اما شده. و اسرائیل هم از امروز در گفته که یه نفر چیزاش نیان عرب چیز امارات اون بقول معروف افراد اسرائیل اونجا نیان. و این یک به هم ریختگی خاصی هست که من مطمئنم که روی کار خام کردن خامنه‌ای، کار خامکار ناپخته کردن حکام منطقه است. در نهایت عجیبتر از همه این که الان سپاه رو قانع کردن که بره و حمله کنه. یعنی من نمیدونم آن عروسی سپاه چجوری است که عروس مثلا قبول نمیکرد. و بچه‌ها میره بهتون میگم چرا 8 ساعته که الان سپاه آماده باش داده هیچی نرفته. همه گواهی دکتر و اینور و اونور و مریض هستیم و کرونا داریم و از این حرفا و نرفتن. ارتش هم که خب میدونن ارتش فقط کسی به کشور ما حمله بکنه اقدام میکنه. ارتش هم هیچ کدوم نیروهاش قبول نکرده که هماهنگ کنه با اینها، چون همون تجربه تلخ سوریه براشون بس. اون تیپی که از همدان بردن. در نتیجه تحولات عجیبی تو منطقه اتفاق میفته. تحولاتی رو حماقت رهبران کل دنیاست، فرقی نمیکنه. حساب میکنن، حساب کوره رو میکنن، ولی جوانب کار در نظر نمیگیرن. فرهنگی رو در نظر نمیگیرن. ملت ها رو در نظر نمیگیرن. ملت ها رو در نظر نمیگیرن. ملت ها رو در نظر نمیگیرن. فقط خود احمقشون رو میبینن. هر چی هست به نفع ما خواهد شد. شک در قصه من ندارم. شک در این قصه من ندارم. خب شنیدم که حوثی چیز عربستانی هایی که مخالف حکومت هستند و برای بچه شاهزاده قدیم که حبس کردن فلان کردن بن سلمان خیلی شروع کرد، تحقیقات رفت شدید و خدمت شما عرض کنم که رفتن با حوثی ها کنار آمدن و دارن کمک میکنن به اونها که تأسیسات عربستان بزنن، این نفت به آمریکا ندن. هرچند دیگه نفتی بازاری نیست، کل بازار دنیا خوابیده. شما حساب کنید 80% پروازها خوابیده، 60-70% قطارها و متروهای دنیا کار نمیکنن یا خالی کار میکنند. کارخانجات بالای 90% کار نمیکنن. اگه کاری هم انجام بدهند فقط به فقط برای مصرف داخلی کشور خودشونه. دیگه صادراتی نیست، تولیدی نیست و جابجایی کالایی نیست که بخواد اتفاق بیفته، ترانسپورتی نیست. تمام اینها سر حماقت‌های محض آقایون هست و به خصوص چین، به خصوص چین، به خصوص چین و بچه‌م آمریکا. فکر می‌کنن که نشستن تو کاخ ریاست جمهوری دیگه همه چی درست شده. نه، اینجور نیست. تازه اونجا جای فکر کردنه که شما همونم تو توالتتون فکر نمی‌کنید متأسفانه. برای سازمان ملل امروز اختیار کرد که سال آینده سال قحطی و و و فلان خواهد بود. شکی نیست، ما قبلا گفتیم اگه یک ذره بینش باشه مشخصی اتفاقات میفته. و وقتی قحطی شد و گرسنه ها رفتن در دنیا، اخبار هزار تا کاخ سفید بساز اونجا بشین جس بگیر و دفتر باز کن امضات نشون بده، خاک عالم بر سرت کنن. ترامپ احتمالاً یکی از یکی دو روز دیگه یا همین الان اینترنت ضعیفش میکنند. اینم از قولای آقای ترامپ بود. برای خود من پیغام از طریق مشاورشون بود که ما اینترنت میدیم، علم میکنیم، بل میکنیم. تو کدوم وعدت عمل کردی؟ ترامپیستا بخورید، ترامپیستا بخورید، خاک حالا بر سر شما هم بکنم. مثل موضوع بدبخت بیچاره کار ندارم این حرف رو بگذاریم. منطقه داره متشنج هست، شهید متشنج هست، ولی شما خونسردی خودتون حفظ کنید. حتی اگه اینترنت قطع بشه من به هر نحوی باشه این سری قطع یادتون باشه از طریق SMS پیام رو میدم و شما پیام رو پخش کنید در سر کشور. من سال قبل نمیخوام بگم چه مبلغ گزافی من پول اینترنت دادم، ولی دادم، ارتباطم با شما قطع نشد چون الان شرایط نیست که ارتباط قطع بشه. شما کار به کارتون نشه باشید، اونا خودشون بجون هم بیفتن و چطور سپاه ضعیف، سپاه ذلیل، سپاهی که
دیگه تصمیم گرفتن نابودش بکنن، جمعش و صورت مسئله رو پاک کنن تو منطقه، صورت مسئله سپاه کنن تو منطقه پاک کنن. نمیدونم چی کاری کرده و سپاه قبول کرده که پر حمله کنه و از کارها. هم بازی عراق هست، اما شکلش خود عوض شد. من قبلا خدمت عرض کردم بازی عراق هست، بلایی که سر عراق در آوردن، حکومت صدام زد از زمین و اتفاق خواهد افتاد، شکل این قصه نیست. و یه چیزی هم بازی بود، دو تا شاگرده آقای مصباح میگفتن که یک سال از ما تماس ندارن. گو حقیقت امر علتی که مرگ مصباح اعلام نمیکنیم یا نمیکنن، علت این هست که خامنه‌ای تو دنیا به یک نفر خیلی وابسته است و خیلی ارادت داره بهش و خیلی چیز میکنه، اونم بخاطر چابوسی خاصی که مصباح میکرد. ما نمیخوایم مرگش رو بگیم چون خامنه‌ای بشنوه. اصلا براش کم کم چیز شد، براش بیجان چه رسیده که جواب تلفن ها نمیده و میگن مریض هست، ولی ایشون گفته فقط میخوام صداش بشنوم. اصلا دارم نقل قول میکنم، من نقل قول میکنم از کسی که یک سال خورده من ارتباط نبودم. در اصل هیچ فرقی نمیکنه. آخر آدمایی که تغییر وضعیت دادند، یک روحانی تغییر وضعیت میده دزدی میکنه، یک روحانی تغییر وضعیت میده ظلم و ستم و زندان و شکنجه و اعدام میکنه، یک روحانی که باید جامعه ساز بوده جامعه ساز بشه جامعه خراب کن شده، تغییر وضعیت داره سر از آن گرفت همشون. سه افراد ما بردن سر کار که همشون دیگه الان باهم، هر یک کشونی یک دونه توی سالم نیست، یک دونه توی از افراد سالم نیست. هر کدوم یه جور مشکل دارن و مشکل نیست که فقط دزد باشه، مشکل این است که دزدی ها رو نمیتونه بگه، مشکل است که باز نمیکنه، مشکل است که سرش میپوشونه، مشکل است که ماله میکشه مرتب، فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. تو هم شرکی دزدی و رفیق قافله، چون از پست مقام میترسی. و مثلا کلانتری اومد یه حرف زد، بعد هم غلط کردم نامه نوشت و اون فتاح بود چی بود اسمش، اون هم کارا کرد و دید که نمیشه، چون اونها عادت کردن به این ولخرجی ها و به این هزینه کردن، اینجوری ها و اینجور پارتی بازی کردن ها. همشون هم دستخط خامنه‌ای رو دارن، نگاه که اصلا چی هست، خامنه‌ای خودش چی بوده، شما اینقدر بوتش کردیم بزرگش کردیم. ولی خدا رو شاکرم، از شما هم ممنونم. بوت خامنه‌ای رو بره 300 سال ساخته بودن، بوت خامنه‌ای رو، خمینی رو بخشید، بوت شده بره 200 سال ساخته بودن. اما دم و فردی گرم که از اون جلسه که به خمینی میگن که آقا ما با چی با شاه بجنگیم، تا در نوصله و خمینی سه بار با دروغ دمش گرم مرده است، خدا بیامرزش زنده هم است که پای بعید نوستنشون بالاست، شاهکار کردی. من که علم غیب نداشتم اینو بگم. این تابوی این بت شکست، تابوی اون خمینیستار شکست، تابوی اونایی که بت ساخته بود امام کرده شکست، و از همونجا سراشیبی سقوط حکومت شروع شد. و این افتخار من تو زندگیم داشتم، افتخار این داشتم که بحث رمال و جنگیر و دانویسی حرفا رو من بیام بگم و بزنم و اتفاق بیفته در کشور. از آقای فلاحتی هم ممنونم، از زم هم ممنونم، چون زم پیش این زمینه چین واسه من که بتونم صحبت کنم و حرفا رو بزنم. این افتخارم برای من، البته با حمایت شما مردم، با شما کسی که پخش می‌ده اینها رو خدمت شما عرض کنم. پس منطق اتفاقات منطقه رو، اینا هیچ کدوم دوش ملت نخواهد رفت، هیچ. و شما فقط به فقط خونسردی خودتون حفظ کنید و تا اتفاقات قشنگی داره میفته. و از اونم کسی از اون مشغول هستن، هم مشغول کار خودشون هستن، رصد میکنن کارا رو، به موقعش اون ضربه نهایی رو به اون جایی که باید بزنن میزنن، شک در قصه نکنید. مردم کاملا آمادگی دارن. خب الان خبر رسید که مجلس خبرگان تشکیل جلسه داده. خب مجلس خبرگان تشکیل جلسه داده، قطعا خامنه‌ای خلاصه به درک واسه شده. ولی اینی که بخواد بیاد اون مشتبه انتخاب کنه، این مردم اینا واسه فاطمه شو نمیخوان، تموم شد دوران. اون دوران این نسل دیگه تموم شد دوران، پدرت در میارن. شما فکر کردید حالا امتحان کنید ضرر نداره، باید نسخه پیشیده بشه. خب خبر جدید چیزی نیومده، ببینم چقدر شد. 9 دقیقه. برای جواب واکسن فرانسه رو بهتون بگم. این واکسن جدید الان میترسن بزنن، همشون ترسیدن. و ببینید خود واکسن آنفلانزا دوستان، آنفلانزا بالغ بر 25,000 ویروس مرتب جدید توش میزنن، باز هم میگن کسی که این واکسن رو بزنه در نیست که سرخوردی نگیره، چون ویروس جدیدتری میان. بعد کسی که
سرما خورده باشه، جزء سرما خوردگی داشته باشه، این واکسنی که میزنه تصاعدی تشدید میشه مریضیش. باید کاملا سالم، صحیح سالم باشه تا این واکسن بزنه. توجه کردید؟ نه که هر زمانی بزنه فکر کنم خوب میشه، نه نمیشه. من اصلا آدم 220 میلیون رفته واکسن خریده اومده زده، هرچی هم بهش گفتم بودن آه 220 میلیون پول دادم رفته تو کوه از چهر و چهر خلاصه رفته پیش فرق فرم برشون برای فوتبال بسار فوتبال داشتن. و این هم بهتون بگم که آمریکا و دار دستش اگه با جنگی را بزن دوست دارن جنگ فرسایشی باشه، اما سپاه توانی حرفا نداره، نه آدمشو داره، نه بودجهشو داره، نه چیزی پشتش هست، کاملا سپاه تخلیه است. اگر توی سوریه هم حرفی زده هیچ کدوم خودش نبوده، یک تیر درست نزده، همش نیابتی بوده. و این است که این حساب آمریکا و دار دستش اون متحدیش هم جا اجتماع در میاد و اینا به هیچ جایی نمیرسن. فقط من میخوام آرامشون حفظ کنید، لازم باشه هر چی لازم باشه اونه که مثلا اصلیت خود شاهزه عزیزم اعلام میکنن، اون چیز معمولی رو من در خدمت هستم و خواهم گفت و مرتب رصد میکنم. من سالی سال امارات بودم، کشور منطقه بودم و آدم های خیلی مطمئن، آدم های خیلی سالم، آدم های خیلی با اخلاق و رفتار دارم اونجا، خبرها مرتب به من میدن. و یک سری دوستان میدونم ارتباطاتی با خود دربار سعودی داشتم، به خاطر بحث آب بوده، ولی خب افراد اونجا هستن که خبرها رو خلاصه میرسونن و بن سلمان و امثال هم کاری کردن کارستون که اینا به حکومت موجه باید برسن نمیرسن. برمیگردم به 600 سال قبل، به 600 سال قبل برمیگردم. شما امارات که هیچی نیست، اینا سطحی هستن. خلاصه این اطرافیان حساب بر سراب سپاه و اینایی که حساب کردن گفتن تک تک میمیرن به اسم کرونا، چند نفر دیگه از بین رفتن تو اینا، چون بعدا میدونن مثلا چی، اینا بعدا میاد دارگاه شهادت بدن، یا آدمی هستن تقریبا صادق به قول خودشون، به قول من تعدینی دارن، میان همه رو قشنگ میگن کی گفته کی نگفته چیکار با چیکار نکنید. خب آمریکا باز به پولی برخورد کرده، میگه ایرانی میتونن بیان 15 دلار بدن بیان ویزا بگیرن، که دیگه از الان وحدی حرف نیست. بله آقای روحانی هم که دهنش محکم باشه این برابر، ولی خب هیچی توش نیست و ظریف هم همچنین. خیلی روزای خوبه پیش روست و اتفاقات خیلی خیلی خوبه، هر چی که میفته به نفع ملت مظلوم مأخوذ به حیا و درد کشیده و ظلم کشیده ایران هست. من همیشه میگم تمام دینا رو به هم بچرنید، یک روز عمر از دست رفته دهه 60 یا نمیشه، دهه 50 یا نمیشه، دهه 70 یا نمیشه. خیلی ظلم و ستم کردید، از حد گذروندید، حالا این مش میشه صورت خودتون، مش صورت خودتون. خب موزه خبر من باشید، اینترنت قطع بشه به هر نحوی باشه بتونم میرسونم، مطمئن باشید، حتی اگه شده پست کنم، کاری بکنم، میکنم و بدون من تا لحظه جون دارم در طبع اخلاص در خدمت شماست. وظیفه من انجام میدم، کار زیادی نمی کنم، وظیفه مبارزه همینه. ایام بکنم روز برخوشه.